به نام خدا، با سلام خدمت همه مخاطبین عزیز فرادرس. آرش عباسی هستم، با یکی دیگر از مجموع درس های تجهیزات فرایندی در خدمتتون خواهم. در این قسمت از درس های تجهیزات فرایندی به مبحث اجکتورها میپردازیم. در فصل اول مقدمه ای رو درباره اجکتورها خواهیم گفت و اینکه چرا کلا از این وسیله استفاده میکنیم و کارش چی است. یکی از چیزهایی که در واقع در صنایع بسیار استفاده میشه و حتی ما در زندگی روزمره هم با اون سر کار داریم، خلأ هست. برخلاف چیزی که جا افتاده، خلأ در واقع اون چیزی نیست که هیچ مولکولی وجود نداشته باشه و در واقع فشار در اونجا صفر باشه. ما مفهوم خلأ نسبی رو داریم و اون رو اینطوری تعریف میکنیم که هر محیطی که در واقع فشارش کمتر از فشار اتمسفر که اصطلاحا بهش فشار محیط میگیم باشه، اصطلاحا ما در اونجا خلأ داریم و این خلأ نسبی هست. به عنوان مثال اگر فشار هوا در مکانی 0.7 اتمسفر باشه، در این صورت ما خلأ نسبی 0.3 اتمسفر رو داریم. مفهومی که رایج‌تر هست در واقع مفهوم خلأ مطلق هست که اگر ما بتونیم به هر طریقی کل گاز یا هوای درون یک محفظه رو خالی کنیم، چنین فضایی خلأ مطلق گفته میشه که البته رسیدن به اون بسیار سخت است. پدیده خلأ سازی یکی از پدیده‌های مهم و کاربردی در زندگی روزمره، فعالیت‌های تحقیقاتی و خصوصا در صنعت است. جاروبرقی‌هایی که در خونه استفاده می‌کنیم، لامپ‌های رشته‌ای که استفاده میشه، یکی از چیزهایی هستند که در زندگی روزمره باش سر و کار داریم و از پدیده خلأ استفاده می‌کنن. در صنایع شیمیایی هم خلأ و خلأسازی نقش بسیار مهمی رو داره و فرآیندهای مهمی مثل تقطیر در خلأ در پالایشگاه، تبخیر، سردسازی و جابجایی مواد از جمله موارد پرکاربرد در صنایع است. به طور کلی فشارهای کمتر از 1 اتمسفر در صنعت به 4 دسته، خلأ پایین، خلأ متوسط، خلأ بالا و خلأ بسیار بالا تقسیم میشن. همونطور که در جدول میبینید، خلأ پایین در محدوده فشار 1 میلیمتر تا 60 میلیمتر جیوه هست، خلأ متوسط یا راف وکیوم بین 1000 میلیمتر تا 1 میلیمتر جیوه هست، خلأ بالا رو از 1000 تا 10 به توان منهای 6 میلیمتر جیوه میگن و خلأهای بسیار بالا که در واقع تقریبا هیچ در اون وجود نداره، خلأهایی هست که فشار اونجا کمتر از 10 به توان منهای 6 میلیمتر جیوه باشه. برای به وجود آوردن خلأ ما معمولا از پمپ‌های خلأ و یا اجکتور استفاده می‌کنیم. پمپ خلأ دستگاهی هست که قادر بخار سیال رو مکش کنه و ایجاد خلأ نسبی کنه. این نوع پمپ ها داره انواع جابجایی مثبت، انتقال مومنتوم و پمپ های تله‌ای هستند که در صنایع مختلف استفاده میشه. اما اجکتورها دستگاه هایی هستن که میتونن با ایجاد خلأ جریان گاز، مایع و جامد رو که پودرمانند، گرانول و حتی لجن باشه رو انتقال بدن و بر اساس نوع کاربری میتونن فقط خلأ ایجاد کنن یا به انتقال مواد کمک کنن و یا حتی مواد رو با هم مخلوط کنن. نام های دیگه که برای این اجکتورها استفاده میشه ترموکمپرسور، ادکتور و یا مکنده هیدرولیکی هست. قسمت های اصلی اجکتور شامل نازل، سیال متحرک، محفظه سیال متحرک و بخش ساکشن و قسمت دیفیوزر هست. نحوه عملکرد به این شکل هست که در یک اجکتور برای ایجاد خلأ از یک سیال پرفشار که همون سیال محرک هست استفاده میشه. این سیال میتونه بخار، هوا و یا آب باشه و از طریق نازل وارد اجکتور میشه و در حین عبور از نازل انرژی فشاری اون به انرژی سرعتی تبدیل میشه. معادلش هم همونطور که در سیالات در واقع خوندید بر اساس معادله برنولی هست که در واقع رابطه فشار و سرعت رو اونجا داریم. ورود سیال محرک با فشار بالا باعث میشه که سرعت سیال افزایش پیدا کنه و فشار اون افت کنه. در نتیجه در خروجی نازل اصطلاحاً مکش ایجاد میشه و به این ترتیب سیالی که قرار مورد مکش قرار بگیره از قسمت ساکشن به سمت محفظه اجکتور کشیده میشه و با سیال محرک مخلوط میشه. مخلوط سیال محرک و سیال ساکشن بعد از اینکه از بخش دیفیوز عبور کردن در سر تبدیل انرژی سرعتی به فشار با فشار زیاد از اجکتور خارج میشه.
اجکتورها در مقایسه با پمپ‌های خلأ دارای هزینه نگهداری کمتر و نگهداری ساده‌تری هستند. دلیلش هم این هست که خب اجکتورها هیچ قسمت محرکی ندارن و اگر ما سیالمون و محیطمون خوردگی نداشته باشه خیلی نیاز به تعمیر پیدا نمی‌کنن. همچنین یک قابلیت مهم دیگه که اجکتورها نسبت به پمپ‌ها دارن اینه که میتونن مواد جامد و دوفازی رو هم در واقع انتقال بدن، در صورتی که پمپ‌ها قادر به انجام این کار نیستن و همونطور که در تجهیزات فرآیندی یک راجع به پمپ‌ها صحبت کردیم، وجود مقدار بخار در واقع در پمپ‌ها حتی میتونه باعث ایجاد اشکال و کاویتاسیون در پمپ بشه. البته پمپ‌های خلأ در مقایسه با اجکتورها داره محاسنی هم هستن. یکی این که شرایط بخار تغذیه هیچ گونه تأثیری بر روی سیستم عملکردی نداره. ما میتونیم پمپ‌ها رو در عدم وجود استیم یا بخار هم راه اندازی کنیم. سیستم پمپ خلأ قابلیت عملیات اتوماتیک رو هم داره و همچنین سرعت عملیات پمپ خلأ بسیار بالاتر از اجکتورها هست. همچنین عدم اختلاط سیال فرآیندی با بخار و یا ناخالصی های دیگه هم از جمله مزایای پمپ های خلأ نسبت به اجکتور هست. همونطور که دیدید در این دوتا اسلاید در واقع محاسن هر کدوم نسبت به اون یکی بررسی شد و اینکه ما از چه دستگاهی استفاده کنیم بستگی به فرایندمون، شرایطمون و اون خوراکمون داره که در واقع باید بسنجیم و ببینیم که کدوم یکی از این تجهیزات به کار ما بیشتر میاد و تأثیر بهتری روی عملکرد کل فرایندمون داره. و در این اسلاید هم همونطور که در جدول میبینید به طور خلاصه مقایسه شده بین اجکتورهای از نوع بخار استیم اجکتور و سایر پمپ‌های خلأی که استفاده میشه و ظرفیتشون و میزان فشار مورد نیاز برای ساکشن. نکته که بهش اشاره کنم، میکرونی که تو جدول میبینید برابر با 1000 تور هست که یکی از واحدهای فشار هست و اگر فراموش کرده باشید هم برای اینکه تور رو بدونیم چیه، تور هم یه واحد دیگه از فشار هست که برابر با تقریبا 1000 اتمسفر خواهد. خب اینجا مقدمه ما برای مبحث اجکتورها به پایان رسید. در فصل‌های بعدی به قسمت‌های دیگه این اجکتور و نحوه عمل کردشون، انواع اونها و نحوه محاسباتشون خواهیم پرداخت. به نام خدا، با سلام خدمت همه مخاطبین فرادرس. با فصل دوم از تجهیزات فرآیندی 6 اجکتورها در خدمتتون هستم. در این فصل به بررسی انواع اجکتور و عملکرد اونها خواهیم پرداخت. اساس کار کلی اجکتورها بر اساس معادله اولر هست. طبق این معادله مقدار انرژی یک جریان پایدار و بدون اصطکاک ثابت خواهد بود و برابر هست با مجموع انرژی های جنبشی، پتانسیل و فشاری. همونطور که از مکانیک سیارات یادتون هست، فرمول رابطه اولر هم به این شکل هست که میبینید ویدو به توان دو تقسیم بر دو به علاوه جی زد به علاوه انتگرال دی پی تقسیم بر رو مساوی با سی که مقداری ثابت هست. اگر در این معادله چگالیمون تغییر نکنه میتونیم اون رو از انتگرال خارج کنیم. بر اساس قانون بقای انرژی، مقدار انرژی در صورتی که اتلاف نداشته باشیم همواره مقداری ثابت هست. اگر در جایی به دلیل تغییر سطح مقطع سرعت سیال کاهش پیدا کنه، این انرژی تبدیل به انرژی فشاری میشه و برعکس، با افزایش در واقع سرعت فشار کاهش پیدا خواهد کرد. در تجهیزات همگرا سطح مقطع در امتداد جریان کم میشه و اگر سرعت سیال ورودی به دستگاه کمتر از سرعت صوت باشه، سابسونیک باشه، سرعت سیال در امتداد جریان افزایش خواهد یافت و در این حالت به این دستگاه که باعث افزایش سرعت میشه نازل میگیره. در واقع نازل ها دستگاه هایی هستن که با تبدیل فشار سیال به سرعت سبب افزایش اون میشن. هرچی نسبت فشار ورودی نازل به فشار خروجی بیشتر باشه، سرعت سیال در قسمت انتهایی و خروجی از اجکتور بیشتر خواهد بود تا حدی که به سرعت در واقع صوت سیال برسه. اگر هم سرعت سیال ورودی به تجهیز همگرایی که در واقع سطح مقطعش کاهش پیدا میکنه در طول مسیر بیشتر از سرعت صوت باشه، در حین مسیر سرعت کاهش پیدا میکنه و در نتیجه فشار افزایش پیدا خواهد کرد. در این حالت به این دستگاهی که سبب کاهش سرعت و افزایش فشار میشه اصطلاحاً دیفیوزر میگن. در واقع دیفیوزرها دستگاه هایی هستن که با
تبدیل سرعت سیال به فشار سبب افزایش فشار سیال خواهند شد. در تجهیزات واگرا سطح مقطع در امتداد جریان زیاد خواهد شد. اگر حالا سرعت سیال کمتر از در واقع سرعت صوت باشه و سابسونیک باشه، سرعت سیال در امتداد جریان کاهش پیدا میکنه و به این ترتیب دستگاه در جهت کاهش سرعت سیال و افزایش فشار عمل میکنه و همونطور که گفتم دیفیوزر خواهد. حالت دیگه در تجهیز واگرا همونطور که در تجهیز همگرا هم داشتیم زمانی هست که سرعت سیال بیشتر از سرعت صوت باشه. در نتیجه در حین عبور جریان در مسیر سرعت افزایش پیدا میکنه و فشار کاهش پیدا میکنه. در نتیجه دستگاه سبب افزایش سرعت سیال میشه، بنابراین یک نازل خواهد بود. پدیده هایی که با هم بررسی کردیم و شما اون رو به طور مفصل میتونید در مکانیک سیالات بیشتر مطالعه کنید، اساس طراحی اجکتورها هست که به منظور ایجاد خلع و انتقال مواد در صنعت کاربرد فراوان داره. برای اینکه این پدیده رو ما تحلیل کنیم، باید یه سری فرضیاتی انجام بدیم تا در واقع معادلاتش برای ما ساده تر بشه و بتونیم که اون رو به صورت فهم ریاضی بهتر دنبال کنیم. این فرضیاتی که میتونیم در نظر بگیریم به این شکل است. اول اینکه جریان رو یک بودی و آدیاباتیک، یعنی بدون انتقال حرارت در نظر میگیریم. کار محوری روی اون انجام نمیشه. خب همونطور که میدونید در ساختار اجکتورها هیچ در واقع شافت یا هر وسیله که کار بخواد وجود نداره و همچنین تغییرات انرژی پتانسیل رو در واقع صرف نظر میکنیم. ما در واقع در یک اجکتور که سیال از یک طرف وارد و از اون طرف خارج میشه اصولا تغییر ارتفاع قابل توجهی نداریم که بخوایم انرژی پتانسیل رو لحاظ کنیم و اینکه اتلاف انرژی و یا استحقاق رو هم ناچیز میگیریم. خب ما میتونیم این معادله رو برای رابطه بین تغییرات سطح و سرعت به کار ببریم به این شکل که M به توان 2 منهای 1 در D U به U مساوی است با D A به A. که در این فرمول M عدد ماخ که نسبت در واقع سرعت به عدد صوت هست رو بیان میکنه، U نماینگر سرعت و A هم نشان دهنده سطح مقطع خواهد. برای M های بزرگتر از 1 جریان فراصوت یا سوپرسونیک و برای M های کوچکتر از 1 جریان فروصوت یا سابسونیک خواهد. اگر مقدار M در واقع بزرگتر از 1 و جریانمون سوپرسونیک یا فراصوت باشه، سرعت جریان با افزایش سطح مقطع در نازل افزایش پیدا میکنه. با استفاده از یک نازل همگرا واگرا میتونیم با سرعت‌های بالاتر از صوت در واقع دست پیدا کنیم. این نوع نازل‌ها از سه بخش همگرا، گلوگاه و واگرا تشکیل شدن که در واقع بخش گلوگاه کمتر